دکتر امیر احمدی اینه که شما در گفته هاتون با وایس آف امریکا خیلی قشنگ صحبت کردید، خیلی خوب حرفا رو زدید، از سفرتون به ایران گفتید که خوشبختانه سالم رفتید، سالم برگشتید، همانند دیگرانی که میروند و به هر صورت براشون دردسر ایجاد میشه، یا دستگیرشون میکنن یا گروگان میگیرن، چون برای شما پیش نیامد. آقای دکتر امیر احمدی، سوال بنده از شما اینه، شما چگونه است که از جانب ملت ایران صحبت میکنید، میگویید خاص ملت ایران اینه، روابط ایران و آمریکا، بهبودی روابط، بازگشایی دفتر، اما جناب دکتر شما هرگز از ظلم و ستمی که بر مردم ایران از طریق این رژیم میرود هیچ گونه صحبت نکردید و هرگز هم صحبت نکردید. درست نیست. شما این درست نیست. شما تو تمام مد نوشته هامو که بخونید و حرف هم بخونید میبینید که اینجوری نیست. من خیلی برای این حکومت از مسائلش صحبت کردم، از مردم ایران هم صحبت کردم، از زندانی ها صحبت کردم، از بی‌عدالتی صحبت کردم. آقای دکتر امیر احمدی، بنده و شما آدم سیاسی به اون معنی که شما حرف میکنید که من آدم شعاری نیستم. من معمولا حرفامو خیلی آهسته و یواش میزنم، داد و فریادم نمی کنم، یه جوری میزنم میتونم بزنم همیشه. آقای دکتر امیر احمدی، شما دسترسی به اون به اصطلاح سران این رژیم دارید، سرانی که بنده و شما میدونیم گذشتهشون چه بوده آقای دکتر امیر احمدی. سرانی که عمری به گدایی و دریوزگی امرار معاش میکردند، امروز شدن رهبر و مشیر و مشار مملکت. شما به این گونه افراد دسترسی دارید. چگونه است که شما وقتی با آقای این به اصطلاح دکتر احمدی نژاد می نشینید، از ستمی که بر مردم ایران میره، از عدم آزادی در ایران چرا صحبت نمی کنید؟ شما از کجا می دونید من صحبت می کنم؟ چون جلسه دیگه من با احمدی نژاد نشستم بودید؟ شما که صحبت می کنید، نه جناب دکتر، جناب دکتر، من شما رو جناب دکتر، من شما رو آدم فرهیخته ای می دونم. خب ببین، من میگم که واقعا اینجوری نیست که شما میگید، چون شما نمیدونید که من داشت چی میگم. صادقانه اینجوری نیست، صمیمانه اینجوری نیست. این هم میخوام بگم که اینجوری نیست که شما میگید. من باش میگم اینا رو، بدتر از اینم میگم، خیلی بیش از این میگم. بله، خب شما که یک چنین زحمتی رو میکشید، یک چنین صحبتی رو به دفاع از اون مردم مظلوم میکنید، چرا اینها رو برای آگاهی همون مردم نمیگید که مردم، من اینها رو به گوش این به اصطلاح رهبران رسوندم؟ اینکه سوال از من کنم، متاسفانه این آقایین فرهودی و اینا همش حرفای علکی میپرسن. موشی رده. خواهش میکنم. بله ببخشید، تقاضا میکنم. ببین رئیس من، من حرفتونو میفهمم، من با درد شما و درد ایرانی ها آشنام. منم خیلی متاسفم که حکومتی داشته برخوردهای خیلی غیر انسانی گاهن با بعضی از ایرانی ها میکنه و بخش وسیعی از ایرانی ها بیکارن، در زیر خط فقرن. اینا رو همه رو میدونم، یمن نوشتم، زندانی داریم. آقای دکتر امیر احمدی، جالب این است که اینها میگویند ما زندانی سیاسی نداریم. بی خود میگن، دروغ میگن، البته دروغ میگن. خودم میدونم دروغ میگن، منم میگم دروغ میگن. دنیا میداند که دروغ میگن. خدا میدونه دروغ میگن، دنیا میگه نه اینجوری نیست. اما ما باید ببین، من مشکلم با دوستان دیگه این نیست که اونا چی دارن میگن که من معاطر نیستم یا فکر کنم این حکومت همه چیزش خوبه. نه، من فکر میکنم که همون که زمان شاه هم لیوان همیشه خالی نبود، یه طرف لیوان شاه هم پر بود، مردم همیشه اون قسمت خالی رو متاسفانه میبینن. دقیقا. من میخوام منصف باشیم، اما این حالا ما یه سری خط قرمزایی داریم که باید با توجه به اون خط قرمزا در جهت پیشرفت و ترقی و تغییر فکر بکنیم.
ما ایرانی ها مثلا ما هنوزم انتخابات آزاد از این حکومت نمیتونیم بگیریم، دنبال حقوق بشر هستیم و دنبال انتخابات نمیتونیم آزاد از این حکومت بگیری و دنبال حقوق بشر برای چی هستیم؟ تو دنبال تو نمیتونی حتی از این حکومت اینو بگیری که یه آدمی مثل امیرحمدی رو تسلیم کنن، رد صلاحیت نکنن که رئیس جمهور بشه، بعد دنبال این هستی که میخواد دموکراسی تو کشور درست کنی. آخه این نمیشه آقای دکتر امیرحمدی، ما باید مرحله‌ای بریم جلو. منی که با شما صحبت میکنم اول یک نظامی هستم، دوم طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم. منصفانه از شما سوال میکنم، آیا سرنوشت شومی که امروز ملت ایران دارند، آیا این ملت در زمان شاه به این وضع بودند؟ نه، البته که نبودند. ببینید هر کشور ملتی در هر چارچوبی برنامه داره، هر حکومتی یه نوع مشکل داره. ببین منم جوان زمان شاه هستم، میدونم زمان شاه دنیا مشکل ایران چی بود، مشکل ایران چی نبود. ایران یه سری مسائلی بود، یه سری مسائل نداشت. اینه که مسائل ایران عوض شده، اصلا دنیا عوض شده، منطقه عوض شده. حالا ما باید با توجه به شرایط جدید، مسئله زمان شاه تموم شد، مسئله زمان شاه بود، اون تاریخه. الان باید به آینده باید با نگاه کنیم، ببینیم که آینده رو باید چیکارش کنیم. این حکومت آینده سازی میشه جناب سوال همینه. جناب دکتر امیرحمدی، آیا با بودن چنین رژیمی، با بودن چنین رهبرانی، آیا ایران آینده درخشانی خواهد داشت؟ ببین ایران آینده درخشان حتما خواهد داشت، ولی آیا که با این رژیم داشته باشه یه بحث دیگه است. همین سوال ما اینه با این رژیم. نه، ببین ما باید ببین ما باید به ایران فکر کنیم، به ملت فکر کنیم. 100% همین دلیل دنبال تغییر هستیم. به همین دلیل ما دنبال تغییر هستیم، دنبال تحول هستیم. ما میخوایم این جامعه عوض شه، چیزی بهتری از توش در بیاد. خب معلومه که آیا شما میاندیشید که الان داریم، خب معلومه که آینده نداریم. با این وضعیت که ما الان داریم خب نمیشه کاریش کرد. آیا شما با این اندیشه که دارید، با نگرشی که به ایران و ملت ایران دارید، فکر میکنید هرگز که با بودن چنین افراد قشری و خشک مغز بتوانیم یک تغییر و تحولی در ایران ایجاد بکنیم؟ بنده که میگم خیر. ببین مثلا ببین من میگم که فقط با گفتن خیر و آره مشکلمون حل نمیشه. مشکلمون اینه که چگونه از این وضعیتی که هستیم به یه وضعیت بهتری برسیم. مشکل مخالفین حکومت همین بوده که نتونستن کاری بکنن. 30 ساله دارن داد میزنن، 30 ساله دارن فوش میدن، 30 ساله دارن میگن این حکومت بی خوده، 30 ساله میگن آینده نداریم ما. ولی خب چه کار کردن؟ آقای دکتر امیرحمدی، بنده یک سوال دیگه، یک سوال جمعی از شما میکنم. من یک دوست محترم من شرمندم، یک سوال جمعی از شما میکنم. آن این است که شما چرا وقتی با اینها رو در رو میشید، چرا از اینا نمیخواهید که تن به یک رفراندوم آزاد بدهند؟ ببینید من خودم صادقانه اعتقاد ندارم به رفراندوم، من به تغییر اعتقاد دارم. ببینید رفراندوم اصلا معنی نداره الان در چارچوب ایران، اینقدر جامعه به هم ریخته است. فرمول جوامعی شکل میگیره که دموکراسی هست، مردم خیالشون راحته، دنبال تغییرات اینجوری هست. الان این جامعه آشفته، دنبال مردم دنبال نه که فردا زندگی رو چجوری تأمین کنن، نگران جنگ هن، نگران تحریم هستن، کار ندارن بچه ها، یه عده دنبال اعتیاد هن، داری گرفتاری هست. شما چیزی که خیلی لاژریه صحبت میکنه، این لاژریه. آقای دکتر امیرحمدی، این لاف ها، لاف و گذاف هایی که اینها در ارتباط با موشک هاشون و تسلیحاتشون و پیشرفتاشون میزنن، آیا شما اینا رو قبول دارید؟ آیا ارتش آمریکا هرگز آمده است بگوید که مردم من چه دارم چه ندارم؟ آیا ببین اگه اون آدم شعور داشت که لاف نمیزد؟ پس دروغ همه اینها، پس همه اینها دروغ برای فریب مردم. آقای دکتر امیرحمدی، یا دروغ باشه یا نباشه، اصلا هیچ حکومتی لاف نظامی نمیزنه. آفرین، درست حسابی. حالا من بایزن من بعدن با تو صحبت میکنم. آقای دکتر امیرحمدی، حتما زنگ بزنید بعد با صحبت کنم. حتما، خدا نگهدار. من یه مهمون محترم دارم، از دوست نمیتونم بیش از این صحبت. خدا نگهدار شما. بای. خدا نگهدار.